سلام و دور خدمت شما شاگردان عزیز به کلاسی ریاضی صنف نهم خوش آمدین امروز میخواهید که تمرین صفحه هشت کتاب شما را حل کنیم دایره بشعای 3 سانتی رسم نموده در این دایره خطوطی به فاصله های داده شده زیرا رسم و حالت آن را بیان نمایید برای رسم کردن دایره ما و شما طبقی که در ویدیوهای قبلی گفتم نیاز به خطکش و همچنان پرکار و پنسیل داریم گفته که دایره به شعای 3 سانتی متر پس شعای ما 3 سانتی متر است رسم کنید قسمت سوزنی پرکار را در قسمت صفر خطکش قرار میدیم ده و دهانه پرکار را به اندازه 3 سانتی متر باز مونیم و پرکار را قسمتی سوزنیش بر روی مستوی یعنی کتابچه خود قرار میدین و یک دایره رسم مونیم دایره که شما رسم کردین اینی شکل را به خود میگره بعد از او سوال کتاب شما اینی الیف فاصله خط از مرکز دایره 2.5 سانتیمیتر سانتی متر باشد ای خطکش از ماست هر کدامش درجه بندی شده گفته فاصله ای خط از مرکز دایره چند سانتی متر باشد؟ دوینیم نیم سانتی متر. این مرکز دایره است و فاصله ای خط از مرکز دوینیم است تقریبا اینجا یک خط رسمانیم و در سوال گفته که حالات آن را بیان کنید ای کدام حالت است در حالتی که خط یا مستقیم دایره را قطع کرده باشد یعنی قاطع باشد چی باشد؟ قاطع باشد که چند نقطه این مشترک داره؟ دو نقطه این مشترک با دایره داره قسمت ب گفته فاصله خط از مرکز دایره 4 سانتی متر باشد یک خط دیگه که از مرکز دایره 4 سانتی متر دورتر باشد تقریبا در این قسمت است چند سانتی متر چار سانتی متر پس ما یک مستقیم دیگر رسم مونیم و فاصله این مستقیم از مرکز دایره 4 سانتی متر است حالت هایی چه گفته بیان کنید ما در دزی حالت مستقیم از ما خارج از دایره قرار داره که هیچ نقطه مشترک با دایره نداره این حالت دوم میشه. قسمت جیم گفته که فاصله خط از مرکز دایره برابر با شعا باشد یک خط دیگر رسم مانی و این خط از مرکز دایره به اندازه شعا باشد شعا چند سانتی با؟ بود؟ سه سانتی میتر. پس این سه سانتی میتر رسم مانی و این مستقیم مماسی بر دایره تشکیل میشه که در حالت با دایره چند نقطه مشترک داره؟ یک نقطه مشترک داره و اندازهشی سه سانتی متر است شاگرده عزیز یست حل تمرین صفحه هشت کتاب شما کسانی که حالت های یک مستقیم با دایره را نفهمیده لطفا درس قبلی ما را تماشا نمایید در اونجا من توضیح دادیم و من الله توفیق خدایا رو نگهدار شما